اگه محصول چوبی من کدر بشه و شفافیت روز اولش رو از دست بده، چطور میتونم اونو اصلاح کنم و اونو برگردونم به روز اولش؟ سلام، من اسدی هستم، مدیر فروش مجموعه شرکت تولیدی دست‌های جادویی، در خدمتتون هستم. تو این ویدیو میخوام کمکتون کنم تا اطلاعات عمومیتون در مورد ظروف چوبیتون بره بالا. امروز محصولات چوبی نقش بسیار زیادی توی زندگی روزمره ما دارن، مثل تختی که استفاده می‌کنیم، مثل ظروف چوبی، مثل کمد، مثل میز و صندلی‌های چوبیمون، که خیلی مهمه جلوه و زیبایی روز اولش رو داشته باشه. اگر شما توی منزل و یا محیط کارتون دارین از ظروف چوبی استفاده میکنین، بعد گذر زمان متوجه این موضوع میشین که دچار رنگ پریدگی شدن. وسایل چوبی پس از طراحی و تولید به منظور شفافیت و کیفیت بهتر و مقاومتش در برابر عوامل مخرب محیطی با روغنهای گیاهی خوراکی جلا داده میشن. از اونجایی که خیلی از ظروف چوبی همیشه در ارتباط با شما هستن، خیلی مهمه که با روغن‌های گیاهی که خوراکی هستن شارژ بشن که در وهله اول به سلامت شما آسیب نزنن. البته که روغن‌های شیمیایی هم کاربرد و زیبایی و جلوه خودشونو دارن که فعلا باهاشون کار نداریم و در نتیجه میذاریمشون کنار تا تو ویدیوی بعدی کامل براتون توضیح بدیم. دوستان، ظروف چوبی پس از گذشت 6 الی 7 ماه به دلیل استفاده مداوم و البته استفاده نادرست امکان داره که اون جلا و شفافیت روز اولش رو از دست بده. ما توی این ویدیو اول میخوایم بهتون استفاده درست از ظروف چوبی رو یاد بدیم. گزینه اول، چوب ذاتاً آب و دوست نداره و بهتره که در مجاورت آب قرار نگیره. وقتی داری ظرفتو میشوری، نیازی نیست با اسکاچ هایی که خیلی سرسختن رو ظرفت محکم بکشی، چون پوشش نهاییشو از دست میده. بهتره با لیمو، با سرکه سفید یا با مایه سفید کننده لکه های ظرفاتو خیلی راحت از بین ببری. گزینه 3، در مجاورت آفتاب مستقیم نباشه، رطوبت به ظرفاتو نباید سرایت کنه، تو محیط سربسته مثل کابینت که محیط رطوبتی و تاریکی ظرفاتو رو قرار ندین. مهمترین نکته هم اینه که وقتی تو کابینت ظرفاتو رو میذارین همه رو هم دیگه نچینین. حالا سوال اینجاست، اگه قرار باشه ما ظرفا رو تو کابینت رو هم نچینیم، پس کجا قرارش بدیم؟ هیچ اشکالی نداره، ولی حتما لابلای ظروفتون باید دستمال و یا کاغذ رو قرار بدین که وقتی روی هم قرار میگیرن دچار خط و خش نشن. توی ظروف چوبی بهتره که به مدت طولانی آب و غذا نباشه، توی ماکروفر قرارش ندین، توی ماشین ظرفشویی هم اصلا مناسب برای شستشوی ظروف چوبی نیست. گزینه 4 که مهمترینشه، میخوام بهتون بگم وقتی ظروفتون هر روز در معرض آب و غذا قرار میگیره، چه روغن‌های گیاهی خوراکی توی خونه مناسبه که شما ماهی یه بار حتما ظروفتون رو شارژ کنید. طبق تحقیقات انجام شده، روغن کنجد و روغن گردو نسبت به سایر روغن‌های خوراکی دیگه‌ای که در دسترس هستن و شما به راحتی میتونید ازش استفاده کنین، نفوذپذیری بیشتری توی چوب دارن. روغن گردو همونجوری که از اسمش پیداست، از عصاره میوه گردو گرفته شده. از مزیت‌هاش اینکه فاسد نمیشه، عمر بالایی داره و خیلی هم زود خشک میشه و برای روغنکاری ظروف چوبی بسیار گزینه مناسبیه. روغن کتان، کنجد، سیاه‌دانه، زیتون و آفتابگردان روغن‌های خوراکی هستن که همیشه در دست هستن و بهترین گزینه برای اینن که شما ماهی یه بار ظرفتون رو با شارژ کنید. روغن تانگ یا روغن چینی که همونطور که از اسمش معلومه از نوعی درخت چینی استفاده شده که برای ظروف چوبی گزینه مناسبیه، به راحتی توی فروشگاه‌ها در دسترس هست و نکته مهم و قابل توجه اینه که زمانی که از این روغن چینی می‌خواید استفاده کنین، حتما باید چندین لایه به ظرفتون برای جلای بهتر بزنید. روغن مینرال از نفت درست شده. تو وهله اولی سوال براتون پیش میاد که پس این روغن بسیار بوی تند نفت میده، در واقع اصلا اینطوری نیست، بی رنگ بی بوه، کار باش خیلی راحته و میتونیم بارها بارها ازش استفاده کنیم برای ظروف چوبیتون. روغن بزرک که خیلی هم به نام برزک میشناسنش، از دانه‌های کتان استفاده میشه و قدرت نفوذپذیری بسیار بالایی در برابر آب داره. و در آخر پیشنهادم بهتون روغن نباتیه که شاید خیلی اصولی نباشه، ولی از قدیم الایام مادر بزرگامون که لاک‌های چوبی، تخته سربای چوبی، مخصوصا چوب گردو اینا داشتن، برای جلا، برای شفافیت بیشتر، برای مقاومت و کیفیت کارشون از روغن‌های نباتی استفاده می‌کردن و همیشه هم راضی بودن. شما هم می‌تونید آزمایشش کنید. خب می‌خوام یه نمونه از شارژ کردن ظروف چوبیمون رو توی خونه ببینیم. احتیاج به یکی از روغن‌های گیاهی خوراکی دارین که توی منزل می‌تونید ازش استفاده کنین، به اضافه یه پارچه تنظیف نرم
که وقتی باهاش دارین ظروفتون رو شارژ میکنین انقدری زخیم و زب نباشه که خط و خشهای ریزی توی ظرفتون ایجاد کنه. خب تو این مرحله که ظرفمون رو کامل آغشته به روغن کردیم، نیازه که یه 3-4 دقیقه بهش تایم بدیم. در نتیجه دستمال ظریفمون رو عوضش میکنیم، دستمال تمیز میگیریم و روغنهای اضافی که روی ظرف مونده رو کامل پاک میکنیم. و اما نکته پایانی، چوب، هر نوع چوبی که باشه ذاتاً آب دوست نداره، آب گریزه. جدا از اینکه خیلی از چوبا کیفیتشون فرق میکنه، درجه سختی و تراکم چوبشون متفاوته، اما پیشنهادم به شما اینه چوبو زیاد آب نزنین، سعی کنین با دستمالای خیس، حالا ظروفی که نیاز به شستشون ندارن، زیاد اونا رو در معرض آب قرار ندین و غذای اصلی چوب روغنه. حتما اگر از ظروف چوبیتون دارین استفاده میکنین، ماهی یک بار هم شده بهش روغنهای گیاهی خوراکی که در دسترس هست و تو خونه ها توی فروشگاه ها وجود داره بهش بزنین. و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی دارین حتما برای ما بنویسین. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.